اما از دیروز انتخاب خودرو برای کسانی که حساب وکالتی ایجاد کردند در سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی فعال شده. متقاضیان در این طرح تا فردا مهلت دارند تا خودروی خودشون رو انتخاب کنند. برخی کاربران اعلام کردند در فرآیند انتخاب خودرو در سامانه با اختلال مواجه شدند. در این باره گفتگو میکنم با سخنگوی وزارت سمت آقای قالیباف. بر اساس تماس‌های دریافتی از سوی متقاضیان، ورود یا ثبت نام در این سامانه برای برخی متقاضیان با اختلال مواجه شده. علت این اختلال چی هست و چه زمانی برطرف میشه؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. سلام. بله، این اتفاق افتاده. البته در کنارش تا این لحظه 318,000 نفر هم ثبت نام کامل انجام دادن در سامانه. بله. یعنی بیش از یک سوم افراد هم ثبت نامشون تمام شده. ولی خب ظرفیت سامانه شاید جوابگوی مراجعات نباشه، هرچند که اگر مراجعات صرفا توسط افرادی که واجد شرایط هستند صورت می گرفت جوابگو بود، اما افرادی که در واقع طرح ایران خودرو هم شرکت کردند میان در سامانه و فکر میکنن که اینجا میتونن ثبت نام بکنن. همین بار ترافیکی سامانه رو چند برابر بالا برده، ولی در حال حاضر در لحظه 1000 نفر در سامانه میتونن حاضر باشن و ثبت نام بکنن. یه نکته هم عرض بکنم، به مردم این اطمینان رو میدیم، به عزیزانی که متقاضی هستن، که تا نفر آخر این 900,000 نفر رو ما ثبت نام خواهیم کرد و اگر لازم باشه تمدید خواهد شد فرصت ثبت نام. بله، خیلی متشکرم از توضیحات کافی شما. با شما خداحافظی میکنم.